بچه ها سلام، خوش اومدید به این ویدیو. هفته پیش اومدیم زنبورامون رو نگاه کردیم و این هفته میخواییم بیام زنبورامون رو نگاه کنیم ببینیم زندن یا نه. الان هوا خیلی هوای خوبیه، من شنیدم از فردا شروع بارندگی و برف داریم و سرما میاد تو منطقه کشورمون و بچه زنبوراتون رو مراقب باشید. من اومدم که اندوها نگاه کردم، نگاه کرده بودید. اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم پودر شکر پروبیوتیک دادیم به زنبور. از اون طرف اومدیم هفته بعدش که هفته پیش بود اومدیم نوار اسید اکسالیک دادیم. گفتیم خب یکم نوار اسید اکسالیک میذاریم داخل یک کندو، نوار کنه رو داخل کندو گذاشتیم و تا الان نگاه کردم خوب بوده، ولی بازم دارم میبینم زنبور بازم ضعیف‌تره و هر کاری میکنم نمیشه. بچه زنبورا خیلی ضعیف شدن، بعضی از زنبورا اصلا خود به خودی میمیرن. این ضعیف شدن زنبورا چند تا دلیل میتونه داشته باشه و من اینو تجربه کردم. ببین ما تو منطقمون گفتم آفتابگردان داشتیم و این آفتابگردان ها زنبورستان های دیگه هم اومدن داخل این آفتابگردان. اون زنبورستان ها مریضی داشتن، کنه داشتن. خب من که کنه کشی انجام دادم، اون کسی که کنه کشی انجام نداده باعث آلودگی شده، این آلودگی به وجود اومده، زنبورام ضعیف‌تر شدن و شهد بیشتری یعنی کار بیشتری انجام دادن و زنبور ضعیف‌تر شده. خب من باید اون موقع می اومدم پروبیوتیک میدادم، چون من تا حالا تجربه نداشتم بابت این قضیه. ببین وقتی که زنبورستانی یا زنبورهایی میرن داخل قلهای آفتابگردان، کلزا، حتما تغذیه‌ای میخوان که بتونه تقویت بکنه قوای جسمی زنبور رو و من این کار رو نکردم. این باعث شد که زنبورهام ضعیف‌تر و ضعیف‌تر بشن و بابت کنه‌ای که میفته هر بدنشون از بین میرند و این باعث میشه که زنبورها از کلونی برن. پس نتیجه به این رسیدیم که زمانی که شهدمون زیاده، بچه زمانی که شهد زیاده میاید چیکار میکنید؟ میاید به زنبور تقویتی میدید. این تقویتی دادن به زنبور باعث میشه هم زنبور بیشتر کار بکنه، هم زنبورهای ضعیف‌تر نداشته باشید. خب ما فکر میکردیم که خب شکر نمیدیم، آب شکر نمیدیم، تغذیه به زنبور نمیدیم. تو زمانی که شهد بی این فراوانی داریم، این باعث شد که زنبورها بیشتر کار بکنن، باعث بیشتر کار کردن ها اینجور تلفات بدیم. ببین ما تلفاتی رو دادیم، یعنی خود من تلفاتی رو دادم که زنبور تغذیه نداشته، ولی الانی که دارم میبینم زنبور تغذیه داره ولی تلف میشه. خب این چند تا مسئله است و زنبوری دارم که کلونی میره. این زمانی که زنبور ضعیف شده و نمیتونه قوای جسمیشو تامین بکنه با اون عسلی که داره، خب چون ما آب شربت دادیم، اون آب شربت های اون انرژی زنبور رو نمیده. برای چی زنبورها عسلی که میل میکنن میخورن توی تابستون قوی ترن و حتی توی تابستون بهار قوی ترن؟ چون عسل طبیعی دارن میخورن، عسلی که تغذیه کمتریه و از شهد گلها دارن مصرف میکنن. هر چقدر خب این هم گرد گل داریم، پروتئین زنبور تغذیه شده تو عسل، هم که بهتر. پس بچه ها نتیجه‌مون این شد که زنبورام این قضیه پیش اومده که از بین رفتن. پس مراقب باشید زنبورایی که میذارید توی منطقه‌ای که شهد خیلی زیاده یا جابجایی میکنید تو منطقه و میبینید آفتابگردان هست یا میبینید کلزا هست، چون اینا به شدت شهدزاست، ولی خب کلزا گرده خودش رو تامین میکنه و هر سری گرده بیشتری تولید میکنه. خب زنبور
از اون گرده مصرف میکنه و تقویت میشه. ولی آفتاب گردان من این تجربه رو داشتم، میبینم که زنبور ضعیفتر شده و مواظب باشید. اگه آفتاب گردان دارید تقویتی بدید به زنبوراتون. این یه نصیحتیه که و من تجربهش کردم، میخوام از این تجربم برای شماها بگذارم. بچه‌ها یه برنامه‌ای دارم و میخوام رو اون برنامه بیشتر کار بکنم. میخوام پنجشنبه جمعه هایی که هستن، یعنی از هفته های بعد که میخوام اعمال بکنم، پنجشنبه جمعه ها رو فقط اختصاص بدم به زنبور عسل و اگه هم در مورد کشاورزی هست در مورد کشاورزی بذارم. بس دو روز در هفته میشه زنبورداری و اگه هم شد در مورد کشاورزی. و روزای دیگه ای که هست مثلا یک شنبه میام یه موضوع خاصی رو میخوام در موردش بسازم، ویدیو در موردش بسازم و ببینیم و ببینیم چی میشه. میخوام با این برنامه برم جلو که یکم از این شلختگی در بیاد و من خیلی خوشم نمیاد سر این قضیه که من بیام محتوایی درست کنم که فقط در مورد یه موضوع باشه. میخوام، خیلی دوست دارم، همیشه دوست داشتم موضوعات متنوعی تر بذارم و افرادی دور خودم جمع کنم که بیان از اون دانشی که دارن برای شما بگذارم. و من دانشی که تجربه کردم سر قضیه زنبورداری میخوام پنجشنبه جمعه فقط اختصاص بدم به این موضوع. اگه مثلا من چندین تا ویدیو درست کردم توی هفته، میام پنجشنبه جمعه مثلا صبح زور شب اینا رو همه رو میذارم که فقط تمرکز کنم رو اون روز و اصلا مهم نیست چه قضیه پیش میخواد بیاد، حالا از لحاظ سئو یوتیوب یا از هر چیز دیگه، میخوام اون روز تخصیص بدم فقط زنبور. روزای دیگه در مورد موضوعات دیگه هم میخوام صحبت بکنم. به نظرم این یه چیز جذابی میشه. و یه کانال دیگه هم دارم که میخوام اونجا در مورد فریلنسری، درآمد دلاری و چجوری برنامه نویس بشیم و چجوری بتونیم یه پروژه از کارفرما، میخوام توی این موضوع بیشتر در موردش صحبت بکنم، یکم نزد بدم به کارهام و یکم شکیلتر و خوشگلتر بشه. بچه ها دمتون گرم، مرسی که هستید، تا ویدیوی بعدی خداحافظ. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way